آقای مستاقی، امروز سومین هفته از جلسه دادگاه حمید نوری قراره که برگزار بشه. می‌دونیم که در دو هفته گذشته کیفرخواست خونده شد و اتهامات ایشون مشخص شد. وکلا ایشون اتهامات رو رد کردن. شما چطور می‌بینید این رد اتهامات از طرف وکلا ایشون؟ به نظر من دفاعیه اونها بسیار بسیار سست بود. اونها نمیتونن به جزئیات بپردازن، به همین دلیل سعی میکردن به حاشیه بپردازن و از پاسخ به اصلی ترین سوالات شونه خالی کنن. ولیکن من فکر میکنم بنظر کافی امروز ما شواهد و مدارک داریم برای اینکه نشون بدیم حمید نوری در دوران کشتار 67 در زندان قزل حصار بوده و او در این کشتار سهم ویژه داشته. میدونیم که شما به حاشیه‌ها اشاره کردید، ولی در همین هفته گذشته حواشی زیادی پیرامون دادگاه شکل گرفته. به نظر شما این حواشی چه تأثیری میتونه روی روند دادگاه داشته باشن؟ حواشی هیچ تأثیری روی روند دادگاه ندارن. دادگاه روی اون چیزهایی که در خود صحنه دادگاه اتفاق میفته متمرکز هستش. اینا هیاهوهایی است که در فضای مجازی و کلاب هاوس و اینا مطرح میشه، مطلقاً حقیقت نداره و اساساً دستگاه قضایی سوئد به این مسائل نمیپردازه و اونها رو جدی نمیگیره. خب در این هفته قرار چه اتفاقی در دادگاه بیفته؟ در صورت این هفته من شهادت خواهم داد. خیلی سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.